بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته طیبین طاهرین لا سیما مولانا و سیدنا و ولی امرنا بقیت الله فی الارضین. ضمن عرض سلام خدمت شما عزیزان، بزرگوارانی که متخلق به اخلاق پاکیزه خوبان می‌خواهیم بشیم، عرائض خودم رو به دنبال مطالب گذشته این گونه ادامه میدم. در جلسه گذشته بیان شد انسان مؤمن پرهیزگار، انسان متعدب به آداب اهل بیت عصمت و طهارت، انسانی که خود رو در مجالس اهل بیت حاضر میکنه، خصوصا جامعه اسوان، شرکت در مجالس اهل بیت یعنی یاد گرفتن فرامین خاندان عصمت و طهارت، به این معنا که اگر کسی در مجالس اهل بیت رفت و از کانون علم و کمال اونها خواست یاد بگیره، اون پاکیزگان این چنین فرمودند که مؤمنین، مؤمنات، زینت ما باشید، کاری نکنید با رفتار و اعمالتون که دیگران ما رو سرزنش کنند، که ببینید دوستان شما تو مجالس شما خانم جلسه ایه، هیئت بگیره، قرائت بگیره، ختم قرآن داره، نمیدونم چند شنبه مجالس سفره داره. اما متاسفانه همین مجالس سفره جایگاهی بشه برای بدگویی بعضی از همسایه ها، بعضی از خانم جلسه یا بعضی از متدینین. این جلسه نیست، این محل نشستن مجلس گناه و معصیت و خطا و پاره کردن حدود انسانی که یک خانم متخلق به اخلاق اهل بیت و متعصی به آداب صدیقه طاهره سلام الله علیها هیچگاه دنبال این چیزا نمیره. دانشگاه رفتن، مدرسه رفتن، او چیزایی که امروز تو اجتماعی یاد میدن انسان رو متخلق و اخلاق نمی کنه. یه معلوماتی به انسان میده، یه کم به قول خودش میگه من دانشگاه رفتم، فرهنگش رو به ظاهر عوض میکنه از تکلم کردن و اینا، اما افکار و قلبش و دلش رو درست نکرده. القلب حرم الله، این حریم خداست، در این حرم خدا، حریم خدا، غیر خدا رو نباید راه داد، نباید پرداخت به مسائلی که خدای عزوجل از دیگران پوشانده. نمیخواد حد که حرمت کنه، نمیخواد حد که حرمت دیگران کنه، میپوشونه بنده مؤمنش رو. وقت این خانم، این آقا، این جلسه، این اجتماع
در صدد بیان بدیهای دیگران باشه. این حرام مسلم، رفتن در مجلس غیبت هم باز حرام مسلم است. نباید کسی وارد مجلسی شود که در اون مجلس سخن به بدی برای دیگران باز میکنن. مرادم از دیگران یعنی مؤمنین و مؤمنات، نه بدعت گذار. یه وقتی هست یه فردی بدعت میگذاره، یه وقتی علناً در خیابان شرب خمر میکنه و به ناموس دیگران نگاه میکند و دیگران میدانند. نه، این امریست که خود رو متجاهره به فسق نشان داده، این بدعت گذاشته. بدعت گذار رو باید رسوا کرد. باهتوهم، امام معصوم میفرماید، باهتوهم کی لا یطمعوا فی الفساد فی الاسلام، تا اینکه حدود اسلام و صغور اسلام رو حد نکنند. در روایاتی که راجع به غیبت امام صادق علیه السلام از خاتم انبیا آقا رسول الله روایتی رو نقل کردن که من رد عن اخیه فی غیبت سمعها فرد عن رد الله عن الف باب من الشرف الدنیا والآخره. کسی که یه کسی بدگوییش رو بکنن، این بیاد رد کنه، مانع بشه، رافع بشه، جلوشو بگیره، دفعش بکنه، خدای عزوجل هزار باب بدی رو در دنیا و آخرت از او برطرف میکنه، رد میکنه، مانع میشه، نمیذاره خدای عزوجل این فرد که بدی کرده بدیش مشتهر بشه، آبروریز بشه. فإن هو لم يردها وهو قادر على ردها، اگه بتونه جلوی غیبت رو بگیره و نگیره، کان علیه کوزر من قطابه 70 مره، گناه این 70 برابر گناه اون کسیه که چنین گناهی رو مرتکب شده. لهذا انسان مؤمن پاکیزه که در مسیر خوبانه، که در مسیر متخلقین به اخلاق خوبه، که در مسیر کسانی است که در صدد تعالی اخلاقی خودشون هستن، نمیگذاره کسی بدیه کسی رو جای عنوان کنه، نمیگذارد که بدیهای مؤمنین و مؤمنات مشتهر بشه و گفته بشه، مانع میشه که تا خود هم مرتکب خطای بزرگ نشود. پیغمبر و خاتم فرمودن من قطاب مؤمنن لما فی لم یجمع الا بینهما فی الجنت ابدا، کسی که غیبت مؤمنینو کنند به خاطر اون وصفی که صفتی که در او هست و این گوش بکنه، فردای قیامت خدای عزوجل بین او و بین اون مؤمن جمع نمی کند. و من اغتاب مؤمنن به ما لیس فی، کسی که غیبت مؤمنی را کند که این وصف در او نیست. خب معلومه، می دونیم این بهتانه، این تهمته، این افتراست، این گناهش به مراتب بدتر، خطای خیلی بزرگ است که صفتی رو من برای مؤمن و مؤمنه بگم که این صفت در اون نیست. من از کجا میدونم؟ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یه گمانی من کردم، گمان فایده ای نداره. وظیفه من این نیست بد گمانه به دیگران باشم. وظیفه من نیست در احوالات دیگران تفحص کنم، تجسس کنم، چه بسا اینا گناه هست، خطاست، ارتکاب معصیت است. مؤمن نسبت به این ویژگی ها ساکت، نگاه میکنه، هیچی نمیگه. من اغتاب مؤمنن به ما لیس فی فقط انقطع الاسمت بین اوما، بین این مؤمن و اون مؤمن دیگه اسمتی نیست.
یعنی اینجوری نیست که این دوتا دیگه با هم دیگه شدن برادر مؤمن، نه، این حافظ حدود اون نیست. من نکرده اون طرف رو به این که آقا چنین وصفی رو نگو، تو داری میشنوی دارن بدگویی برادر مؤمنت رو میکنن، یه بدگمانی، یه سوء تفاهم، یک بد برخوردی، یک نحوه برداشت بد که خیلی در خانوم ها هست، در کوچکترین چیزی برداشت های بد میکنن. برداشت های بد خودش گناهه، پاره کننده این عصمت و اعتصامی است که بین شما و اون مؤمن و مؤمنه هست. چنین کار رو نکنید. و کان المغتاب خالدن فی النار و بئس المصیر. اونی که غیبت میکنه این خلود در جهنم داره، بد جایگاهیه، برای بد مسیریه داره میره. این داره در جایگاه خودش رو قرار میده که بدان روزگار در اون جایگاه قرار گرفت. این لغو است، لغو است، لغو حرام است، این کار ناپسند است. بله اگر کسی تجاهر به اسم کرد و خودش رو آشکارا در معرض معصیت بزرگ خدا قرار داد، وضعش روشنه. اما نمیشه تا به صرف اینکه یه چیزی شنیدید او رو متهم کنیم، بهتان بزنیم و گویی بکنیم، جهرن آشکارا در مجالس او رو آبروش رو ببریم. این صفت، صفت بدی است. از این صفت بگذاریم که خدای عزوجل همه ما رو از صفات بدان انشاءالله پاکیزه کند. یکی از صفات خوبان و پرهیزگاران گذشته. انسان‌های متخلق به اخلاق، متعدب به آداب الهی، یکی از ویژگی‌هاشون عفو است. عفو یعنی گذشت. ضد صفت عفو حقده. حقد یعنی چینه. اف همون صفح هست. صفح هم یعنی گذشت که انشاءالله بهش در این جلسات خواهیم پرداخت. اف یعنی اینی که کسی به من بدی کرده، من نسبت به بدی او در امور دنیایی، در امور اخلاقی، در نسبتها، در بدیها، پلیدیها گذشت کنم. قرآن فرماد و العافین عن الناس. مؤمنین از ویژگی های خوبشون اینه که مردم رو زود میبخشن، عفو میکنن، یعنی عقوبت نمیکنن، یعنی اگر دشنام داد دشنام نمیدن، میبخشن. آمده خدمت امام باقر، شروع کرد به حضرت بدگویی کردن که انسان زبانش یاری نمیکنه بیان کنه، توهین کرد به حضرت. نام باقر العلومی که روی امام باقر علیه السلام گذاشته شده، پیغمبر فرمودن که فرزندم باقر نامش، گفتن تا بقر. حضرت ابدا فرمود انا باقر استجیر بالله. دید نه، فایده ای نکرد. حضرت با نرمی با عفو گذشت، صفح کرد. و انت ابن الطباخه، تو پسر اون مادری هستی که کار شغلش این بود که عذاب پز بود. حضرت فرمودن زاکه حرفتوها، شغلش بود. باز با این تکرارها دید نه، قانون علم و کمال و عصمت و پاکیزگی اینجاست. آمد و عذرخواهی کرد. اف یعنی ترک مؤاخذه، اف یعنی ترک عقوبت و گذشت، که حالا این عقوبات دنیوی مراد است. تازه طلب مغفرت کردند و بنده آزاد کردند و
گذشتش به جایی بود با خوش اخلاقی و رو هدایت کردن و اینا ویژگی های انسان های مؤمن و پاکیزه است، مگر این که از حد بگذره. اونجایی که از حد گذشت فإن اعتدوا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، اما اونجا نه به معنی اینکه او فحش داد شما فحش بدید، این نه به معنی اینه که اگر او توهین های اونجوری کرد تو هم وایسی مقابلش، نه، از خود دفع بکن. در اینجا عفو شما اقتضاش اینه، پاسخ به بدی ندی و جزاش رو واگذار کنی به قیامت. یکی از ویژگی های حضرات معصومی که کانون علم و کمال و پاکیزگی و اخلاق پسندیده خدایان، کسانی که از حین ولادت تا هنگام شهادت اسمت الله کبرای الهی خوانده شدند، در زیارت جامعه، در آیه نما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، این ذوات مقدسه چون اصل همه خوبی ها هستند و همه فروعات خوبی به اونها باز میگرده، یکی از ویژگی هاشون البر و العفو عن الناس، خوبی ها از اونها تراوش نموده، تمام لشکر عقل به اونها منتسب است، منتسب است و اونها دارای صفت پاکیزه گذشتند. فلافین عن الناس والله یحب المحسنین، ناعف کنندگان از مردم هستند. جالب توجه اینه که این ذوات مقدسه جایگاهشون اونجوریه که حتی اگر اعدائشون دشمنانشون می آمدند و می خواستن از اونها گذشت بکنن و طلب گذشت داشته باشن، از اونها هم میگذشتن، نیامدن سر سفره خاندان عصمت بیان بگن آقا ما یه حرفی زدیم بد کردیم. گاهی هم که بعضی ها میامدن اصلا فهمیدن ما شما رو گذشت کردیم، بخشید. انت حرون لوجه الله، ظرف آب افتاد، پاره ای از اون به پیشانی امام سجاد علیه السلام اصابت کرد، خون جاری شد. غلام یه نگاهی به حضرت کرد و این آیه رو خواند: والعافین عن والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. تا گفت کاظمین الغیظ حضرت فرمود بخشیدن. گفت والله والعافین عن الناس، حضرت فرمود انت حر لوجه الله، برو بخشیدمه، برو آزادی بنده، برو فلان باغمو بهت دادم. لطف و احسان امام معصوم اومده نسبت دزدی میده، آقا تو حج کیسه من گم شد، کیسه من دینار منو تو برداشتی. حضرت فرمود چقدر بود؟ انقدر بود. آوردش منزل، یه کیسه دیگه بهش داد. کیسه ها رو که داد بهش رفت خونهش، دید عجب این کیسه رو اشتباه کرده، تو خونه جا گذاشته. برگشت آمد خدمت امام صادق، اوز آقا منو ببخشید، ندانستم، بد کردم. کیسه رو اومد پس بده، حضرت فرمودن نه، ما چیزی که دادیم پس نمیگیریم. الله اکبر به صفات خداگونه خاندان عصمت و طهارت، کسانی که الحمدلله الذی من علینا به حکام یقومون مقامه لو کان حاضرن فی المکان. اینا کاراشون کارای خداییست، اینا معصومینی هستند، پاکیزگانی هستند که خدای عزوجل شاخص رفتار خوب اونا رو قرار داده. و استل و تم من مکارم الاخلاق، پیغمبر فرمود منو خدا مبعوث کرد مکارم اخلاق رو یاد شماها بدم. خدای عزوجل در قرآن برای پیغمبر میفرماد انکل علا خلق عظیم، شما بهترین اخلاق بزرگ رو داری، اخلاق خوب
بلند رو داریم. اینه که به ما دستور میدن لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، تحصیه به پیغمبر تحصیه خوب کنید، اسوه حسن و نیکوی شما خاتم انبیاء ائمه معصومین علیهم السلام هستن. مؤمنین یاد بگیریم اخلاق رو، این معنای اخلاق ولایی، جای دیگه نداریم. کسانی رو باید در خانهشون بریم که کلامکم نور، امرکم رشد، وصیتکم التقوا، فعلکم الخیر، عادتکم الاحسان، سجیتکم الکرم، شعلکم الحق و صدق و رفق و قولکم حکم و حرف. اینا پاکیزگان هست، اینا کسانی هست که دوستی اونها سبب نجات ماست، اینا کسانی هست که اگه ما تأثیه به اخلاق اونها، رفتار اونها کنیم، عرض میکنم زینت اونها هست. اینا کسانی هستند که به ما گفتند از اخلاق زشت سایرین اجتناب کنیم، بدیهای دیگران رو دور بریزیم و به کانون علم و کمال، خاندان عصمت و طهارت، حقیقت این علم و کمال شمرده شدند، با اونها مراجعه کنیم، از اونها بخواهیم. اونها سبب هدایت ما، کمال ما، اخلاق ما هستن. حواسمون جمع باشه، اگه جای دیگه رفتیم جز انحطاط، جز فرومایگی، جز سقوط در درکات بی اخلاقی چیز دیگه نداریم. شما نگاه کنید دنیا امروز به خاطر بی اخلاقی، بی کمالی مرده. خود رو زنده کنیم، متخلق با آداب خوبان بشویم که تنها راه سعادت و نجات بشریت تبعیت از کانون علم و کمال و اخلاق، خاندان عصمت و طهارت است. خدای عزوجل همه ما رو جزو خوبان و نیکان قرار دهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.